برادر جان، شما که در عادی سازی در فضای مجازی واقعا کودتا کردید، کل بیت رهبری به شما مدیونه. همینطوری مثل عقاب به کار خودتون ادامه بدید و به مسیرتون اصلا شک نکنید. یه بسته حمایتی هم داریم میفرستیم آمریکا خدمتتون به عنوان شیرینی. فقط برادر جان دیگه شروع بکنید به آنفالو کردن دشمنان نظام انشاءالله. اجرکم قوم الله یا علی مدد. حاج آقا من طلاق میخوام. لا اله الا الله. خواهرم باز چی شده؟ مگه شما تازه نامزد نکرده بودین؟ راستش حاج آقا، حسن از وقتی که از مسابقات تیم ملی کشتی برگشت حال و هواش یه جوری شده بود، به هم کم محلی میکرد. ازش خواستم با هم راز و نیاز کنیم، با هم سردی کرد. انگورامو نشونش دادم، جواب نداد. اولش فکر کردم شاید به خاطر باخت مفتزهانشه که حالش اینطوریه. یکم دلداریش دادم، حتی یه شب یه شیر براش حاضر کرده بودم که پاهاشو ماساژ بدم. یه دفعه دیدم داره با تلفن پچ پچ میکنه و خارجکی حرف میزنه. یکم صبر کردم، خوابش که برد رفتم سر وقت گوشیش. حاج آقا چشمتون روز بد نبینه، حسن عکسای لختیشو فرستاده بود واسه تیلور. همین تیلور آمریکایی که حسن آقا رو با خاک یکسان کرد؟ آره حاج آقا، حتی کلی موجی بادمجونم واسه هم فرستاده بودن. کسافتا. عجب، چشم آقای دبیر روشن واقعا. گلاب بروتون، تیلور عکس ذوالفقارشو فرستاده بود واسه حسن. میگم حالا خواهرم بینی و بین الله، ذوالفقارش چطور بود؟ والا حاج آقا هیدری بود. عدالت خدا رو شکر واقعا. میگم خواهرم شاید اصلا اینها منظوری نداشتند و سوء برداشتی شده. منم اولش همین فکر رو میکردم حاج آقا، تا اینکه یه روز تو سخر تیلور رو زنگ زد. سلام، من مونیکا هستم، دوست دختر تیلور. دوست دخترش خیلی شاکی شده بود حاج آقا. بهم گفت تیلور بعد از مسابقه با حسن عاشقش شده و قنبل حسن رو به من ترجیح میده. به خاطر همینم تصمیم گرفته که بره ایران و برای همیشه با حسن باجناق بشه. عجب داستانی شد واقعا. حالا این حسن آقای یزدانی ما کجا هستن؟ والا دو روز غیبش داده حاج آقا. احتمالا غیبت صغرا هستن. خواهرم اجازه بدید من به آقای دبیر یک زنگی بزنم، شاید ایشون در جریان باشن. خواهش میکنم، بفرمایید. مشترک مورد نظر در حال لوات می باشد، لطفاً بعد از شنیدن صدای اذان پیام خود را بگذارید. خب ظاهراً ایشون در دسترس نیستن، احتمالاً روی تشک دارن به باجناق محترمشون بارانداز می زنن. من بعداً خودم تماس می گیرم باهاشون. حاج آقا حالا من چی کار کنم؟ والا نمیدونم خواهرم. میگم نکنه مشکل از انگورای عسکری شما باشه. یعنی شما فکر میکنید مشکل همین باشه؟ والا خواهرم بندم حد زدم، نمیدونم اون زیر دقیقا چه خبره. میخواید برای اینکه مطمئن بشیم این تاج بندگیتون رو یه قدری بزنید کنار تا انگورای عسکریتون رو رویت کنیم انشالله. دوربینای اینجا نگیرتمون. چه اشکالی داره خواهرم، این بچه های حراست هم یه خودبادتی رو شما بکنن انشالله. یا امیر القنبلین، خواهرم شما عجب گنبد و باروی داری. میگم این حسن آقای یزدانی ما با این کارش هم کشتی رو باخت هم عیالش رو. بفرمایید خواهرم، بفرمایید نمازخانه که با هم یک نماز جماعت دو نفره شیطون بلا بزنیم به کمرمون انشاءالله. خوشا نمازی که امام جماعتش تو باشی. اجرکم سوپر قنبلا خواهرم، بفرمایید.